بین 132 تا 156 میلیون دلار آمریکایی در این عروسی مصرف شده. و این در حال است که 20% از فقرای جهان مربوط منوط بر کشور هندوستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امروز براتون یک داستان بسیار جالب، شگفت برانگیز و از عجایب دنیاست خدمت شما بازگو میکنم. یک نفری بود، ثروت و سرمایه زیادی داشت. فکر کنین که به میلیون ها درهم و دینار شترها از یک قسمت جای به قسمت دیگه این سرمایش حمل میکردن. مردم میدیدن میگفتن ای وای، این شخص چقدر سرمایه دار است. ای کاش یکی از این شترهایی که مملو از زر و سیم و پول پیسه و درهم دینار است، ای کاش که از آن ما بود. اون یکی میگفت ای کاش که لباس های شیکی که بطن داره این چنین لباس ها من نیز میپوشیدم. اون یکی میگفت همسرش نگاه کنین، همسرش با زیورالات وجودش در واقع آزین بسته شده. علی کل حال این فرد در کنار از اینکه اندوخته ها و پول و سرمایه زیادی داشت، هیچ کس را کمک نمیکرد. دست فقیر و بیچاره و بینوایی را نمی گرفت، تا اینکه روز با یک مصیبت گرفتار می شود و تمام سرمایهش، تمام پول و پیسه و در همه دینارش به زمین فرو می رود. الله متعال در شأن این انسان در سوره مبارکه قصص مهربانی می کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فخرج علی قومه فی زینته، با فخر، با خودمنیشی، با غرور، در حالی که پول و پیسه و در همه دینارش در واقع از یک قسمت به جای دیگه حمل می کرد، یک روز در میان قومش ظاهر شد. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، کسانی که زندگی دنیا را می خواستن گفتند که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای وای بر ما، کاش ما هم مثل قارون داشتیم. انه لذو حظ عظیم، بدون شک قارون سهم عظیم از سرمایه داره. البته به قسمت باقی این داستان که الله متعال مهربانی میکنه، فخسفنا به و بداره الارض، بعد اشاره میکنیم در قسمت پایین کلیپ چی میشه. داستان خانواده انبانیا که در این شب روز در صفحات متعدد اجتماعی غوغا برپا کرده است، میگویند طبق آمار را که بی بی سی ارائه میده، بین 132 تا 156 میلیون دلار آمریکایی در این عروسی مصرف شده. ای که اون میمانایی که از شرق غرب عالم آمدن، از اروپا آمدن، آمریکا آمدن، از کجا آمدن، تکتای تیاریشان چگونه بوده، روی اون مسائل صحبت نمیکنه. و این در حال است که در کشور هندوستان در سال 2011 872 میلیون انسان زیر خط فقر. ما یکی فقیر داریم، یکی افراد اشخاص که زیر خط فقر هستند. اون کسایی که فقیر و نادار هستند، اون به سر جایش، اون کسایی که چیز بخوردن و یا آب درسته که برای نوشیدن باشند در دسترسشان نیست. 872 میلیون انسان، و این آمار 20% از فقرای کل جهان تشکیل میده. یعنی 20% از فقرای جهان مربوط منوط بر کشور هندوستان است. حالا یک نفر میگه و تو چی؟ و تو چی؟ پول، پیسه، درآمد داشته، زحمت کشیده، این همه اندوخته ها مصرف کرده، و تو چی؟ اصل نکته در اینجاست که چی قوایه، چی قانونه، کدام دستوره میبایست افراد اینچنینی را از مصارف گزاف و تقسیم پول در میان جامعه، در میان اقشار فقیر جامعه به صورت مساویانه دستور بده؟ چی قوایی باید باشه؟ چی کسی باید باشه؟ افراد، اشخاص که همش
زی نف هستن. هر کس که یک دستور بده فکر میکنی که بالاخره اگه ما این مورد رو بگویم میده کدام فایده است، اگه فلان 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 افراد اشخاص بگویم فایده خودشان است. پس باید در جامعه دستور قانون یا لایحه حداقل چیز باید باشه که این فقرا نیز فراموش نشن و از فقر و بدبختی بیرون شن. ولی این مسائل دیگر کاملا میگذاریم کنار. پول پیسه و ثروت از خانواده انبانی است، درست است؟ ما چرا میایم کلیپ ثبت میکنم و این موارد هم میگم؟ فکر کن که خانواده انبانی نه اسلام هم میشناسن، ممکن نه مسلمان هستن نه موارد دیگه، اما چرا باید کلیپ ثبت کنم؟ این کلیپ ها بخاطری ثبت میکنم که اینه قسم اقشار افراد جامعه هنجره پاره میکنن و داد از انسانیت و داد از اخلاق انسانی میزنن. بلخص خدا ناباورانه که هنجره پاره میکنن، دین مهم نیست و فلان و فلان و فلان. آله به خانواده انبانی و به مثل خانواده انبانی چی چیز باید ملحوظ باشه؟ دین، شرافت، انسانیت، چی چیز باید ملحوظ باشه؟ فکر کو که با 156 میلیون دلار امریکایی چقدر فقیرا از فقر و بیچارگی بیرون، از زیر خط فقر بیرون میشد. خودت به عنوان یک انسان با درایت، یک انسان هوشیار، کدام یکی را میپسندی؟ این ازدواج چند شبانه روزی که تمام شد رفت، یا نه کمک و نجات جان 1 میلیون انسان از 872 میلیون نفر که زیر خط فقر هستن؟ 1 میلیون، حالا من کمش را گرفتم. حالا کل حال نیست، قوای نیست، دستور نیست، کسی نیست کی بهشان کی از گریبانشان بگیره. اگر مسلمان کشی میکنن، اگر در بدبختی های خودشان غرق هستن، حالا نمیگیم که میآوردن پولش به فقرای افغانستان تقسیم میگیرد، به فقیرای خودشان به عنوان یک انسان در کنار جاده ها در زیر آفتاب سوزان و ده ها دانش جان میده. شما یک بار برین گوگل کنین، سرچ کنین، ببینین که انسان شاخ میکشه. پس ادامه داستان، فخرج علی قومه فی زینته، قارون با فخر و غرور در میان قومش ظاهر شد. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. این زیاد خطرناک است. کسانی که دنیا را دوست، دنیا پرست بودند، گفتند که ای کاش ما هم مثل قارون داشتیم. امروز ببینید از زیر کامنت ها بگردین، تعلیقات عجیب غریبی است. از اون جمله یکی ای که ای کاش ما 10% ثروت شده داشتیم، گویا 20%، ای کاش فلان، ای کاش. بعضی جالب، بعضی از برادرها میگن من کاش که برادر زیمه بودم، یا کاش که ما بچه زیمه بودم، دختر خدا با من نمیته و فلان و فلان. نه، از شوخی مزاح مسخره گری در شأن یک فرد مسلمان نیست. علی کل حال انه لذو حظ عظیم، بدون شک و سهم بزرگ و سرمایه دارم. قومش گفتن که قارون سهم بزرگ از مال داره. اما الله متعال کسایی را که ما برشان علم داده بودیم گفتن که آخرت نسبت به دنیا بهتر است. آن چیزی که الله متعال با شما با سر جد و جد و سعی تلاشتان به دست میارین و در میان فقرات تقسیم میکنین و غرض و هدفتان آخرت است و رضایت الله متعال است و انسانیت واقعی است، ای به نزد الله صاحبش پایدارتر و بهتر است. الله متعال بعد به ادامه این آیات سرین بار که قصص مهربانی میکنه، فخسفنا بهی و به داره الارد، ما قارون و تمام سرمایه هایش به زمین خسف کردیم. کس نبود کور نجات بده و از جمله نجات یافتگان نشد. هیچ کس قارون نجات نداد. آله اقسم افراد اشخاص، چون الله متعال انه لا يحب المسرفين، مسرفان من دوست ندارم، این گونه افراد اشخاص به یادتان باشه، چی مسلمان باشه، چی غیر مسلمان باشه، چی هندو باشه، چی عیسوی باشه، چی یهودی باشه، الله متعال ذات مسرفین دوست نداره. به یادتان باشه که این قسم افراد اشخاص دچار یک طوفان یا یک تشنج یا یک ناملایمات عمیق در
زندگیشان میشه. این به خاطر شما باشه، اگر چی فامیل انبانی باشه و غیره و غیره، پول پیسه و سرمایه و درهم دینارش کمکش نخواهد کرد. این به زودترین فرصت دوباره خانواده انبانی به سر خط اخبار قرار خواهند گرفت، زیرا الله متعال مصرفان را دوست ندارد. و در قسمت اخیر پیام می است، کسانی که هوس خانواده انبانی را می خورند، دوستان عزیز، سعی، تلاش، جد، جهد، کوشش در اسلام از جمله اصول و لایحه یا جمله قواعد اهم است. تلاش کنین، زحمت بکشین، با سرمایه و اندوخته به دست بیارین، زندگی خوبی داشته باشین و نیز فقرا و نیازمندارا کمک کنین. این از معنای واقعی انسان و این از واژه درست انسانیت. السلام علیکم.